سوال بسیار درستیه و مطلب بسیار مهمیه امروز اقتصاد در دنیا مسائل اجتماعی در دنیا مسائل فرهنگی در دنیا راحل هاش دیگه راحل های معمولی نیست امروز اقتصاد هوشمند حکمرانی هوشمند شهر هوشمند همه سیستم هوشمنده امروز یک شرکت مثل هواوی شاید اندازه ده برابر کشورهای معمولی بعد چند برابر کشور مثل ما رو در سال درآمد داره و از این زمینه ها داره کار میکنه ما بایستی فضا رو برای این قضیه باز بکنیم و فضا رو باز کنیم جوانها بیان توی زمینه ها کار بکنن و بدون هیچ گونه ممانعتی در جهت هم فکر کردن هم کار کردن هم اجرا کردن بتونن کاراشون رو پیش ببرن من متاسفم از اینکه ما هنوز در ودار فعلا همین اینترنت موجود در همین سطح هستیم فیلترینگ ها که انجام میشه وزیر جوان خوشبختانه در دولت آقای روحانی خوب کار کرده رفته زیر ها رو درست کرده ولی همچنان ما در مورد سهمیه گذاری شود که فیلترینگ متاسفانه داریم سخت گیری میکنیم من سوالی که اتفاق مطلبی که جناب آقای رئیسی هم اشاره کردن که در مسائل اقتصادی و فرمودن که اقتصاد فضای مجازی بله یک میلیون نفر الان در کشور معیشتشون و کارشون فعالیتشون اقتصاد مجازی بخش قابل توجهی از تجار و صنعت در بعضی موقع که در بعضی از شلوغی ها در سالهای گذشته فیلتر شد و اینترنت قطع شد ضرر زیان به کشور وارد شد یه مطلب مطلب بعدی که جناب ازدکانی اشاره داشتن که سی سال پیش رو در وضعیت اقتصادیش گفتن که منافع ادهی در نظر گرفته شد من میخوام واقعا بگم که نباد اینقدر مسائل ما سیاه ببینیم و سیاه نمایی بکنیم براخره از سال هفتاد به این طرف سه دهه فرمودن ما هفتاد و شیش تا و دولتی داشتیم که دولت اصلاحات ها دولت های خاتمی بود که عدالت. محوری ارشبت که پاک دستی صحیح و عمل بودن و در ادالت اقتصادی در جامعه ایجاد کردن خب این شوره خاص آن بود حتی در دولت های احمدی نژاد ما داشتیم خیلی مسئله مسکن مسکن مهر اگرچه یه طرحی بود که بد شد معیوب شد به نظر جانمایی مشکل داشت ولی به حال طرح بود که با 5 میلیون یک فرد رو سابخونه کرد یارانه بر ایشون یک مطلب بود که در جامعه اثر داشت در مورد ورزشکاران من خورداد 84 به یاد آوردم که اون موقع برای 2006 آماده می شدن خانمها در استودیوم حضور داشتن که یادش بخیر و انشالله ما از 15 قانون اساسی رو بتونیم رعایت بکنیم اون مشکلی که شوخی که با رضای کردنم مسئله حل